نظام الدین 42 ساله که باشنده ولایت بلخ است، دو هفته پیش با چهار فرزندش افغانستان را ترک کرد و راه سفر به ایران را به پیش گرفت. او که 3 روز پیش از ایران دوباره به کشور برگشت داده شده است، از چالش های زندگیش چنین حکایت می کند. وقتی که در پاسگاه ایران رسیدیم، باز او طرف که بود، باز ایرانی ها خیلی اذیت میکرد، نفرها را زیاد بار میکند، یک ماشین یا 3 تا 5 تا بار میزنه. وقتی که اگه بار نزد، اگه بگی که ما میخواستیم فامیلی هستیم، مشتکای ما را وارد میبرم، 2 میلیون 3 میلیون بیشتر پول میگیره. شماری از جوانان دیگر نیست که سرنوشت مشابه با نظام الدین را دارند، از حکومت سرپرست خواهان فراهم سازی زمینه کار در کشورند. از دولت امارات متقاضمون یه که کار معین شده دید. کار مثلا یک دست فروشی بود، یک چیز بود هم جمع کردن. یک مغازه که در سر سرک مثلا 15 ساعت بود را مالی ها میگیره و بچیم چیز میگیره و هم 5 ساعت را کارگر کجا کنه پیدا کنه. در افغانستان کار گوم از بیخی. در جوان ها سهولت نیست. درس هم که میخوانن به فایده است. وقتی که درس میخوانن 16 پاس میشن. ماستری میگیرن هیچ فایده نمیکنه در افغانستان درس خواندن. مردم مجبور از گشنگی، تشنگی، فقر مجبور هستن که در کشور مردم رو بیارن. از سوی هم بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در یک ماه پسین بیش از 43,000 تن از کشور ایران دوباره به کشور برگشت داده شدند. تقریبا 46,000 نفر داوطلبانه گشته و تقریبا 43,000 زیادتر از جمهوری اسلامی ایران اخراج گردیده، به خاطر که اونا اسناد قانونی و اسناد اونجا زندگی نداشتن، اونا را اخراج نمودن. این در حالی است که به تازگی فرمانده مرزی زابل ایران روز یکشنبه در گفتگو با رسانه های ایرانی گفته است که در 24 ساعت گذشتن نزدیک به 5,000 مهاجر افغان به گونه غیرقانونی به ایران آمده بودند و دوباره از طریق مرز میلک به افغانستان برگشت داده شدند.